این قسمت پایان طیب ترور جان اف کندی نخست وزیری حسن علی منصور. شما رو میدونم واسه چی میخوان اعدام کنم، اما دلیل اعدام من جریان 15 خرداد نیست، برمیگرده به فتوای مراجع واسه تحریم پپسیکولا. صاحب کارخونش ثابت پاساله، حبیب ثابت پاسال. یادتون شب نیمه شعبان جمع شده بودیم جلوی کارخونه پپسی کولا و جشن گرفته بودیم؟ حبیب ثابت پاسا، یادم اون شبی که جشن بود. تیه باج رضایی، بیا بیرون. خانواده آقای طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی هستم. من تا به حال برای خودم چیزی نخواستم، لکن برای دفاع از جان این دو نفر میفرستم عقبشون که بیان. خدا خیرتون بده آقا. بفرمایید. به پاک روان پیغام بدید بیاد، من کارش دارم. نخست وزیری رو بگیریم. بله. جناب نخست وزیر صحبت میکنم. استعدا دارم. پاک روان بگو. جناب نخست وزیر، آقای خمینی پیغام دادن میخوان منو ببینن. شک ندارم که میخواد سفارش اعدامی‌ها رو بکنه. شما اطاعت امر کنید، خدمتشون برسید، ولی بعد از اعدام. اطاعت؟ ز منزلگه آن محبوب یاران را خبر نبود، همی آید به گوش از دور آواز جرس ما را. سبا از ما ببر یک لحظه پیغامی به روح الله، که ای یاد تو مونس روز و شب در این قفس ما را. به رغم کوشش دشمن نخواهد بکسلت هرگز، میان ما و تو پیوند تا باشد نفس ما را. خدا، خدایا پاکم کن، خاکم کن. الهی 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 خدایا میخوام وقتی اومدم سرم پایین نباشه. سزاوار تو ای جانا که زندان نیست منزلگه، سزد گر خون ببارد از دو دیده هر نفس ما را. رواق منظر دیده محیای قدوم تو، کرم فرما بپذیر از صفا این ملتمس ما را. تمام ملت ایران فکنده چشم بر راحت، به راه عدل و آزادی نباک از هیچ کس ما.
صحبتی اگه دارید بگید. به خانوادم بگین منو شابدل از این خاک کنن، یه جایی خاک کنن که زوار آقا از رو قبرم رد بشن. طیب، سبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. شهید کسی است که حقیقت و هدف الهی را درک کرد، برای اون پایداری کرد و جان داد. شهید کسی است که حق را شهود کرد و کشته شدنش بر اساس عواطف و احساسات نبوده، حق را مشاهده کرده و در راه اون به خاک و خون غلتیدند، مانند شهدای کربلا که در روز عاشورا گویی بال و پر درآوردند و هر کدام برای اینکه زودتر به میدان بروند اجازه می‌خواستند و می گفتند لقد زاغ صدری من الحیات، سینم از این زندگی به تنگ آمده است. پر کشیدند، حاکم بر دنیا شدند، فوق دنیا شدند، مانند زهیر که در روز عاشورا در حالی که غرق در خون بود با لبانی تشنه
دست بر شانه های فرزند رسول خدا گذاشته و میگوید فدای تو که نفسی هادیان مهدیا، جانم به فدایت، تو مرا نجات دادی، تو مرا از قید دنیا آزاد و رها ساختی. صحبت نکنید، اینجا محیط زندانه، جای بحث و مناظره نیست. لقد زاغ صدری من الحیات، سینم از این زندگی به تنگ آمده است، سینم به تنگ آمده است از این زندگی. امر فرمودین خدمتتون برسم. پاشا برو بیرون. شهید بزرگوار مجالس ختم برپا کنید و اعلام کنید به حوزه های علمی سراسر کشور براشون نماز وحشت بخوانند. اعلی حضرت. اعلی حضرت. اعلی حضرت. چی شده اعلی؟ کندی رو ترور کردن قربان. معاون کندی آقای لیندون جانسون فعلا به عنوان رئیس جمهور معرفی شدن. اعلی حضرت خوبه، خیلی برای ما خوب شد. رابطه جانسون با من خیلی خوبه. عجب، بالاخره کندی رو زدن. خبر جعفر خان؟ همش که گرفته ای؟ والا سرمون به رزقمون گرمه، دنبال یه لقمه نون سنگکی شد خاشخاشی، نشد معمولی، زیاد فرقی نمی کنه. خدا کنه که فقط دنبال رزق و نون سنگکی خاشخاشی و غیر خاشخاشی باشی. دیگه نه، اینا نیست. یه دفعه خاموش شدی؟ نه، همچین یه دفعه هم نشد، یه سال طول کشید، ولی فکر کردن خاموشمو کردن. آها، حالا شد. پس علت و معلول داره. بله،
علت و معلول داره. به جای آتیش شدیم آتش فشان زیر خاکستر. پناه بر خدا اگر این خاکستر بره کنار. بفرمایید بشید معود خان. خیلی ممنونم. چرا تئاتر کار نمی کنی؟ آقا تو این اوضاع احوال چی ببریم رو صحنه؟ وقتی هر صدایی رو تو نطفه خفه میکنن، یا اگر صدایی در بیاد میگن خفه، شما جای من چی کار میکردی؟ حق با تو، حرف حساب جواب نداره. حالا تو چته؟ دیگه همچین را رو کش کردیم اینجا. نگران نوری هستی؟ نه، نگران نوری نیستم. دلم پیش امیر مسعوده. خب برو ببینش. همش خوابای پریشون میبینم براش. خدا به خیر کنه. خیلی بچه خوبیه، صاف و ساده. به غیر از این دخترکان ماهرو، ما رو هم به حضور میپذیرید؟ به به، جناب قطبی، راه گم کردین، بنده نوازی فرمودین. رو پوشتون های دکتر. بله، دایی ولی حضرت جاشون روی چشم ماست. دستور بفرمودید خودم خدمت میرسیدم. خیلی مزاحم نمیشم. خدا نکرده طوری شده. خیر، به قصد دیگه ای خدمت رسیدم. خواهش میکنم. بنده برای شروع امر تجارت با مشورت خواهرزاده ام اولیا حضرت تیمسار ارتش بود خاتم رو برای همکاری انتخاب کرده ام. مرد قدرتمند دربار، همسر والا حضرت فاطمه، خواهر علا حضرت. بله، میخوام بنده رو در این کار راهنمایی و یاری کنین و شما هم به ما بپیوندی. جناب قطبی، بنده رو معاف بفرمایید. میدونید که سرم خیلی شلوغه، دربار اینجا، سفرهای مختلف. ولی کسی رو سراغ دارم براتون، آقای محمود علوی رو که حتما میشناسین. باش تماس میگیرم، میگم خدمتتون برسن، کارها رو سامان بدن. هر موقع لازم بود منم در خدمت بزاری حاضرم. خیلی ممنون آقای سر. شب توی میهمانی میبینمتون. مایه مباهات منه. آقای دکتر، گوشیتون. بله، ممنون. جانفکندی 35مین رئیس جمهور آمریکا در جمعه 22 نوامبر 1963 در ایالات متحده آمریکا در شهر دالاس تگزاس در ساعت 12:30 بعد از ظهر رخ داد. کندی هنگامی که با همسرش ژاکلین کندی سوار ماشین روباز بود، از ناحیه صورت مورد اصابت 2 یا 3 گلوله قرار گرفت. او 4مین رئیس جمهور ترور شده آمریکا است. کندی در سن 46 سالگی به قتل رسید. این جوانترین سن مرگ برای یک رئیس جمهور است. لی هاروی اوزوالد در ساعت 11:30 شب به عنوان قاتل رئیس جمهور دست حضرت و معرفی کرد. امر به احضار فرمودیم به سر دوید. فیلم نشریه ترور کندی. چی جالب، همون لحظه داشتن فیلم میگرفتن. بیچاره همسر ژاکلین تنها شد. ما باید برنامه های خودمون رو داشته باشیم. از دولا کسی رو لازم داریم که با آمریکایی نزدیک باشه. ما با جانسون بهتر از کندی کنار میایم. صلاح بر اینه که تو استعفا بدی تا یک دولت حزبی بیاد سر کار. امر امر شاهنشاه است. دستور بدین بمیر میمیرم. هرچند من تو رو ترجیح میدم، ولی حسن علی منصور خیلی ارتباط خوبی با ایالات متحده داره. در ضمن آمریکاییان خیلی مشتاقن که ما روی اون سرمایه گذاری کنیم. کی بگم خدمت برسه؟ فردا. اطاعت. پس بالاخره قرار شد دولت تشکیل بدید. بله شاپور جان، وقت شرفیابی دارم. اما شاهنشاه قبل از توشیع حکم نخست وزیری میخوان صحبت کنن. Thank you.
حاجن آقا عزیز. حاجن آقا به نصف صمیمی من. من عاشق بوی اون توتونتونم. سلام. من توش سیب میذارم. این عطر سیب به خودش میگیره و بعد باعث میشه مشام شما بهش خوش بگذره. چه عطری داره. مستر گراتیان یاتسوویچ از مستشاران ایالات متحده و دوست بسیار بسیار خوب من. امیر عباس اویدا. گفتید اسم کوچیکتون چی بود؟ گرتیان؟ گراتیان. گیری گیری. میبخشین. امیر عباس همیشه شوخی میکنن. مستر منصور همیشه از فامیلی که بوی پیپش همه رو مست میکنه به نیکی یاد میکنه. لطف کردن. شاپو جان، کمان تلیفو؟ پامال. یه خود مریض بودم. رفتم لندن معالجه کردم. مخصه بیان. لندن. با اون ابری درهمش هوای مامانی داره. بفرمایید. مدام از آسمون داره بارون میاد. انگار خدا در آسمونش رو رو لندن باز کرده. میدونی عاشق چیم؟ اپراش بی نظیره، بی نظیر. آخری اپرایی که اونجا دیدم مکبث بود. مردم و زنده شدم از بس که کیف کردم. امیر عباس، فردا احضار شدم دربار. پس بالاخره قضیه جدی شد. اعلیحضرت میخوان حکم رو توشیح کنن. بفرمایید. پس بالاخره زیر پای اسدالله خان علم رو کشیدی ها؟ نه به جان زنم. این حرفا چی امیر عباس؟ به جان زنت؟ تو به خواهر زن من چیکار داری؟ شخص اعلیحضرت تصمیم گرفتن. من روح هم خبر نداشت. نه خوبه. تبریک میگم واقعا. استحقاقشو داشتی که نخست وزیر بشی. امیر عباس، میخوام که کمکم کنی. تو و دکتر عیادی که جفتتون خوب جوره. دکتر عیادی هم که یعنی شاه دوم مملکت. والا در مورد کمک میگن که اگه با جناق. ولی منصور جان اصلا نگران نباش، من کنارتم. مرسی. آقای منصور، امیدوارم در دوران نخست وزیری شما سیاست‌های ما درست لحاظ بشه. خاندان ما ارادت قلبی به خاندان جلیله پهلوی دارن. مرحوم پدرم در زمان رضا شاه کبیر در تصدی همین پست خدمت می‌کرد. آمریکایی‌ها فشار میارن، کاپیتولاسیون می‌خوان. به هر حال کاخ سفیدم خواسته‌هایی داره. هر قدمی که می‌خواید بردارین، سعی کنید از طریق سفارت مقامات کاخ سفیدم در جریان امور قرار بدید. ما اگه آمریکا رو کنار خودمون نداشته باشیم، روس‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنن. به هر حال باید احتیاط کرد. با تمام قوا پیش میرم. شاهنشاه. آقای منصور و امیرعباس هویدا عضو کانون مترقی هستن. حزب ایران نوین. هویدا رو می‌شناسم. پدرشون مرحوم عین‌الملک هویدا از خدمتگزاران رضا شاه فقید بودن. در فلسطین و عربستان خدمات شایانی برای دوستان ما انجام دادن. آقای هویدا در دولت بنده تصدی یکی از وزارتخونه ها رو عهده‌دار خواهند بود. کدوم وزارتخونه؟ وزارت دارایی. خب این کانون یا حزب شما دقیقاً چه کاری رو انجام میده؟ طرح اصلی متعلق به بنده، جناب آقای علم، جناب آقای شاپور ریپورتر و ایالات متحده است. آقای هویدا نفر دوم کانون هستند. کار کانون یه جور انجام اصلاحات برای وارد کردن ایران به بلوک غربه.
اونا دلشون میخواد قدرت در ایران دست جوانای تحصیل کرده و روشن فکر باشه، نه تیپای مسن فرتوت سنتی. اونا به رشد و ترقی ایران بها میدن. این تحول از یه نسل به یه نسل دیگه است. ما باید چهره جذابی از اولین دولت بعد انقلاب سفید ارائه بدیم. سال گذشته نام کانون به حزب ایران نوین تغییر پیدا کرد. حزب ایران نوین سمبل یک جریان آمریکایی در ایرانه. دیگه دور دور جوانای تحصیل کرده است، نه از دور خارج شده ها. خوبه. خوشحالم که دولت جدید انقدر تحول خواهد. نتیجه رو به من گزارش کنید. بفرمایید. خوشحالیم که تلاش‌ها و برنامه ریزی ها به ثمر نشست. منم خوشحالم. بفرمایید. البته میدونم قلبا شاه میلی به نخست وزیری من نداره، اما چیزی که مهم جلوه میکنه رابطه من و شاه قطعا نیست. با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده، ما برای ادامه اجرای اصلاحات احتیاج به کاپیتالاسیون داریم. مستشاران آمریکایی در ایران امنیت ندارن. مردم به هر بهانه‌ای به خیابونا می‌ریزن. در خصوص برنامه‌های آینده‌مون این امر ضروریه. من با تمام قوا لایحه کاپیتالاسیون رو تنظیم می‌کنم و به تصویب مجلس این می‌رسونم. این قول رو میدم. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامه. آقای منصور، امیدوارم امسال برای دولت و حکومت شما سالی موثر و پربار باشه. سال 1342 سال سختی رو به علت شورش‌های مرتجعین پشت سر گذاشته. امیدوارم لیاقت داشتن این نشان درجه یک تاج رو داشته باشم. وقتی دستان اعلی حضرت روی سینه این کمترین قرار میگیره، نه به دلیل اعطای نشان بلکه به دلیل اعتبار قدرتمند دستان اعلی حضرت، قلب این حقیر با قدرت این تن رو سر پا نگه میداره برای جان فشانی. به دولتی سر اعلی حضرت همه چیز بر وفق مراده. آقای منصور تیم خوبی رو برای اداره دولت تشکیل دادن. نمونش جناب آقای امیر عباس هویدا. شاهنشاه، هر نکته‌ای به نظرم برسه به سمع و نظر اعلی حضرت میرسونم. کتاب جدید چی آوردین؟ بفرمی. ممنون.
فعلا این کتابا رو نخون، بیشتر حافظ بخون. خودتو آماده کن برای کتابای داغ بازار. با این دولتی که اومده سر کار اکثر نویسنده ها دست به قلم شدن. مگه این دولت چطوریه؟ بدتر از دولت علم که نیست. من آقای حسن علی منصور رو خیلی خوب میشناسم. از یه خانواده اشرافیه، پدرش انگلوفیله، یعنی چاکر انگلیسا، خودش دست پرورده امریکاست. اگر وجب به وجب خاک این مملکت رو نفروشه به امریکایی ها خیلی خوبه. اولش این اومد میدونی چی کار کرد؟ یه گروه مترقی را انداختن، بعدش حزب ایران نوین را انداختن. توی انتخابات دوره 21 این آدم اول شد، خیلی زبیل. پس علم چی شد؟ علم تو این قضیه کشتار 15 خرداد اسمش خیلی بدتر رفت. میخوان بفرستن شیراز بشه رئیس دانشگاه پهلوی، یه خورده از جلو چش مردم دور باشه. آبا که از آسیاب ریخت برش میگردم. سال بعد؟ ماشاءالله اطلاعاتتون خیلی خوبه. نه سوال ندارم. راستیاتش من میخوام یه چاپخونه بزنم با ارثیه پدرم. دوست داشتم که شما هم بیان یک انتشارات بزنید، با هم کار کنید. میدونی بدم نمیاد، ولی کار ساده ای نیست. چاپخونه داری الان کار سختیه، پول میخواد، جا میخواد، مردم زیاد اهل کتاب خوندن نیستن، سانسور هم که داره قلقم میکنه. خب جا و سرمایه که ایشالله فراهم میشه، فقط من کمک ندارم. دوست دارم شما کمکم کنید. میدونین که من میخوام زود شروع کنم کارمو. من میشناسمت، مهلت نمیدی، ولی اول باید مجوز گرفت، هم چاپخونه هم انتشاراتی. پس قبوله، مبارک. به خودم میگم شاید اونجوری که پدر میخواست از امیر مسعود مراقبت نکرد. تقصیر تو نیست، بعضی وقتا از دست من تو کاری بر نمیاد. چاییت سرد نشه. الانم نگران نوریم، میترسم کار دست خودش بده. نوری که بچه نیست، مادره، میدونه که نباید بیگدار به آب بزنه. اجازه هست؟ بیا تو نوری. مزاحم نیستم؟ نه مزاحم چی؟ شاید درست نباشه تو این شرایط بگم، ولی قصد دارم یه چاپخونه بزنم. با جعفر آقا صحبت کردم، اونم قراره مجوزه یه انتشاراتو بگیره. میخواییم با هم کار کنیم. به سلامتی انشالله. ممنون. خیلی خوبه، رو کمک منم حساب کن. برو یه جا پیدا کن تا برات قولنامه کنم. حالا اول قرار جعفر آقا مجوزشو بگیره، بعد من اقدام میکنم.